بله، پرسش شده که هدف دین زرتشت چگونه است و چیست؟ به طور کلی هر دینی باید یک هدفی داشته باشه. به طور منطقی و عقلایی دین باید برای بهبود اوضاع و خوشبختی مردم باشه. در زمان زرتشت چون از نظر اجتماعی فساد و نابسامانی وجود داشت، در یک جامعه به اصطلاح ابتدایی هیچ قانونی از لحاظ اجتماعی یا اخلاقی در جوامع بدوی وجود نداشت. در نتیجه یه عده‌ای به کشاورزی و شهرنشینی اشتغال داشتند و عده زیادی هم بیابانگرد بودند. اشخاصی که بیابانگردی می کردند و کوچ می کردند از یک نقطه به نقطه دیگه، هیچ نوع فعالیت اقتصادی و ثابت نداشتند. در نتیجه به غارتگری و چپاول مردم می پرداختند و چارپایان رو می دزدیدند و دسترنج کشاورزان رو تاراج می کردند. این اوضاع به نحوی بود که به افراد کار آمد و فعال که کشاورزان و دامداران بودند آرامش نداشتند و صدمات زیاد می‌خوردند. در اون جامعه بود که زرتشت ظهور کرد برای ایجاد نظم و آرامش. هدف زرتشت ایجاد خوشبختی و آرامش و صلح بود. در حقیقت هر مذهبی باید هدفی داشته باشه و هدف هر مذهب باید ایجاد صلح و آرامش و خوشبختی برای مردم باشه، شادی بیاره. در آیین زرتشت شادی و شادمانی یکی از پایه‌های اصلی زندگی اجتماعی. مردمی که شاد باشند مسلماً از نظر اقتصادی دارای رفاهیت هستند و از نظر اجتماعی دارای امنیت هستند. شادی در اون زمان حاصل میشه. زرتشت برای خوشبختی جامعه و شادی مردم آموزش داد و هر دینی برای این منظور، یعنی هدف باید خوشبختی مردم باشه، ولی دین اگر ایجاد کشمکش بکنه، اگر ایجاد خونریزی بکنه، اگر ایجاد وحشت بکنه، خب دینی نیستش که به درد مردم بخوره. بنابراین دید زرتشت در اون شرایط برای ایجاد آرامش و نظم و قانون بود. در مقابل زرتشت کسانی بودند که در همون جامعه بدوی میان به اصطلاح غارتگرها، میان کسانی که کوچ می‌کردند نفوذ داشتند و تعداد زیادی کسانی که به اصطلاح روحانی ها بودند یا کسانی که پرستش و نیایش ایزدان طبیعی رو آموزش می‌دادند برای خودشون ارتباطاتی داشتند و کسانی بودند که در جامعه به نام کرپنها فعالیت داشتند و با کسانی که از نظر نظام سیاسی قدرت داشتند می‌ساختند و علیه مردم هر نوع چاف و تعدی رو روا می‌داشتند. بنابراین زرتشت در مقابل گروهی قرار داشت که اینها به اصطلاح آموزگاران بد که چندین بار در گاتاها ذکر شده. آموزگاران بد یعنی کسانی که تعلیمات بد می‌دادند و کسانی که
فساد رو رواج میدادند و اینها کسانی بودند که چارپایان رو قربانی میکردند، گاوا رو میدوزیدند و قربانی میکردند و ضمناً نوشابه های سکرآور مینوشیدند و ایجاد زحمت میکردند که در گاته ها به طور مفصل و روشن نوشته شده آمده که این صاحبان قدرت با نمایندگان افراد به اصطلاح فعال که هیچ دون نظم و قانونی رعایت نمی کردن متحد بودند و این اتحاد بین صاحبان قدرت و روحانیانی که طرفدار به اصطلاح کرپنا که طرفدار یا بودها یا ایزدان بودند اجحاف زیادی برای مردم ایجاد میکرد. در نتیجه زرتشت برای از بین بردن این مفاسد و ایجاد آرامش و خوشبختی مردم ظهور کرد و در هیچ یک از دینها چنین هدفی رعایت نمیشه، در حالی که دین باید برای خوشبختی و صلح جامعه به وجود بیاد.